بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت خانواده های گرامی و حتی اگر بچه های کنکوری هم هستن که دارن این برنامه رو میبینن، عرض سلام دارم خدمتشون. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تنتون سالم باشه، برقرار باشید. من دکتر جعفر غلی هستم، مشاور آموزشگاه هدف، پزشک هستم، پزشک متخصص، دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به خدمت هستم. امیدوارم که در این جلسه نکاتی که هم از نظر پزشکی هم از نظر مشاوره آموزشی به درد دانش آموزای عزیزم میخوره و به درد خانواده های عزیزم میخوره، گوشه کاری از مشکلاتشون رو بتونیم مدیریت کنیم و انشاءالله مفید فایده بشه تا بتونن در کنکور سراسری بهترین خودشون باشن. خب من معمولا در جلساتی که برای خانواده ها دارم، چون شرایطی که معمولا تو جلسات خانواده ها معمولا می نشینن، کار مشترک باهاشون دارم. یعنی اینجوری نیستش که من فقط متکلم وحده باشم، ولی خب به هر حال شرایط کرونا و کار آنلاین این مسئله رو به وجود میاره که ما مجبور هستیم حالا فعلا متکلم وحده باشیم و نکته هایی رو بگیم خدمتتون، و اگر احیانا آخر بحث بتونیم امکان این رو داشته باشیم که شما سوالاتی رو مطرح بکنید، پاسخگوی سوالات شما باشیم. نقش خانواده ها در یک هفته آخری که مونده به کنکور سراسری چه میتونه باشه و خانواده ها باید چه کاری رو انجام بدن تا فرزندانشون بتونن مهمترین نکته هایی که بتونن رو سر جلسه پیاده بکنن، همچنین از نظر ذهنی، روحی و از نظر جسمی بتونن در اوج موفقیت خودشون قرار بگیرن. خب اسلاید بعدی رو اگر ببینین، این رو به این شکل ما تنظیم کردیم که مسائل روحی، مسائل جسمی و مسائل درسی. مسائل روحی آیا اهمیت داره؟ الان بسیار بسیار پر اهمیته. حالا تک تک این موارد رو میگم و نکته هایی که خانواده های عزیزمون باید بهش توجه داشته باشن رو 1 2 3 4 براشون بازگو میکنم. خواهش میکنم که توجه ویژه ای داشته باشید. بچه ها در این زمان بسیار بسیار حساس هستن. خانواده های عزیزم، سعی کنیم این حساسیت رو تشدید نکنیم. بچه ها ممکنه که احیانا دچار استراب باشن، استرابشون رو ما لااقل دیگه تشدید نکنیم. حواسمون جمع باشه که این بچه ها فشار روحی زیادی رو دارن و روی این فشارها کافیه که ما یه فشار اضافه بکنیم. خب اینها یه دفعه منفجر میشن، ممکنه پرخاشگری بکنن، تو اسلایدهای بعدی هم هست، دچار استراب شدید بشن، همینجوری خودشون دچار استراب هستن. یعنی چی؟ استراب چه مکانیزمی رو ایجاد میکنه برای اینا؟ این مکانیزم رو ایجاد میکنه که معمولا اون توانمندی هایی که میتونستن بروز بدن و دیگه نمیتونن بروز بدن. یعنی مثلا فرض بکنیم که اگر در روز مثلا یه چیز هلوش 13 ساعت، 12 ساعت، 11 ساعت کار مفید میتونستن انجام بدن، متاسفانه از این کار مفیدشون کم میشه و خیلی از اوقات اون تمرکز کافی رو نخواهند داشت. مغز ما طوری طراحی شده که در قسمت مغز میانی، آمیگدالها، هیپوکامپ، هیپوتالاموس، امواجی که از به شکل استرابی از بیرون میاد و ما اونها رو پردازش میکنیم در قسمت مغز میانی، این باعث میشه که به کورتکس فرمانی به وجود بیاد که اون خوب عمل نکنه. مثلا بسیاری از اوقات شما میبینید در زمانی که وحشت داریم، ترس داریم، یا مثلا فرض بکنیم که من حتی خیلی از اوقات این مثال رو زدم، میگم که من دستم رو سریع میارم به سمت صورتتون ولی به صورتتون نمیزنم، باز میبینیم که به این شکل عمل میکنیم. یعنی این مغز میانی ما اینجوری طراحی شده که اجازه نمیده به مغز فوقانی که خیلی خوب عمل بکنه، خیلی خوب و متفکرانه عمل بکنه. پس استراب مانع از این میشه که من بتونم بسیار خوب و کارایی بالا داشته باشم. پس خواهش من این هستش که
استرابای بچه هامون رو درک کنیم در این شرایط و محیط های بهینه ای رو براشون فراهم کنیم که تو اسلاید بعدی میبینیم. خیلی از بچه ها ممکنه که دچار ناامیدی شده باشن. یعنی چی؟ استراب مزمن چند حالت رو ممکنه که با خودش به همراه بیاره. ممکنه که دچار وسواس کنه ما رو، ممکنه که دچار ناامیدی، افسردگی و یا حتی پرخاشگری بکنه ما رو. یکی از چیزهایی که بچه ها از حالا به هش مبتلا شدن ناامیدیه. یعنی چی؟ فرقش اصلا با استراب چی هستش؟ فرقش اینه که زمانی که شما استراب داری میگی نکنه که کنکور خراب کنم، نکنه 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 نکنه، یعنی از یه آینده ترسناکی داری صحبت میکنی که نکنه که این اتفاق بیفته. در بچه هایی که ناامید میشن دیگه انگار که این اتفاق افتاده، یعنی میگه که من که میدونم دیگه خرابه کنکورم، من که میدونم این اتفاق دیگه میفته، من که میدونم هیچی نمیشم تو کنکور. و این هم یکی از عوارضی که خیلی از بچه ها باهاش روبرو هستن. دیگه چی؟ چیزی که باز شماها خیلی به وفور میبینید مسئله پرخاشگریه. یعنی من همین امروز که یک جلسه ای رو با دانش آموزای عزیز داشتم گفتم خب این که طبیعیه که خیلی از شما دچار استراب هستید، این که طبیعی هستش که خیلی از شماها دچار ناامیدی شدید، اما چقدر از شماها دچار پرخاشگری هستید؟ خشم شدید و پرخاشگری میکنید. یه عالمه از بچه های کلاس ها عنوان کردن که ما دچار پرخاشگری هستیم. کافیه که یک نکته ای رو به ما بگن ما اعصابمون خرد میشه و یه دفعه شروع میکنیم به پرخاشگری. اگر بچه های ما پرخاشگری کردن، شما با سه سطر بهش توجه بکنید. اینا توجه میخوان تو این شرایط یک هفته آخر. ما این که مسئول نگاه کردن به فرزندانمون هستیم، ما باید توجه داشته باشیم شرایط اینا شرایط مناسبی نبوده. شرایط کرونا رو درک کنیم، شرایط کلاس های مجازی رو درک کنیم، شرایطی که اینها روابط اجتماعی که هر سال داشتن دیگه نداشتن، درس خوندن تو این شرایط براشون بسیار دشوار بوده. ما لااقل این مسئله رو توی هفته آخر تشدید نکنیم. اگر احیانا دچار پرخاشگری هستن، اگر دچار اضطراب های شدید هستن، اینها رو بتونیم با سعی صدر از کنارش بگذاریم. خب دیگه چی؟ دیگه بعضی از بچه ها حالا اصلا قهر میکنند. یعنی چی؟ یعنی کافیه که بهشون یه چیزی بگیم، بعضی ها به جای اینکه پرخاشگری کنن اصلا میرن قهر میکنن. بعضی حالا پرخاشگری هم میکنن و قهر هم میکنن. خب باز یکی از چیزهایی که خیلی از اوقات شما ها شاهدش بودید، یعنی تک تک اینایی که من میگم بسیاری از خانواده ها همشون دیدن، تجربه کردن. به فرزندمون میگیم بالا چشمت ابروه، قهر میکنه. خیلی جالبه که مثلا یه سری از خانواده ها عنوان میکنن، تو جلسات خیلی از این موارد رو من میشنوم، میگه که من به بچه‌ام میگم که خب عزیزم من مطمئنم تو قبول میشی، تو چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ میگه اه چرا به من استراب وارد میکنی؟ اگه قبول نشم چی؟ بعد میگم که حالا بعد از مثلا یکی دو روز میگم که بابا اصلا قبولم نشدی نشدی؟ میگه اه به من دیگه امیدی نداری، ناامید شدی دیگه از من. میگه من موندم که چیکار کنم؟ اینوری بهش میگم میگه ناامید شدی، اونوری میگم که نه من مطمئنم تو قبول میشی، میگه که چرا استراب به من وارد میکنی. این جمله‌ای که من میگم خیلی از شما احتمالاً تجربه کردید و میدونید که دارم چی میگم. پس چیزی که ازتون میخوام اینه که نه خیلی دچار استرابشون کنیم که آقا شما حتما قبول میشی، یا اینکه نه اگر قبول نشدی هیچی. یه تعادلی بین اینها رو برقرار بکنیم. شما زحمتتو کشیدی، هر چی که خداوند رقم بزنه ما به همونم راضی هستیم، چون دیدیم که تو زحمت کشیدی، دیدیم که تو تلاش کردی، دیدیم که تو تمریناتتو انجام دادی، آزمون زدی و و غیره و غیره. تو زحمتتو داری میکشی، تمام توانتو میذاری، ما هم حد اکثری چیزی که تو در توان داری انتظار داریم که اتفاقا میفته انشاءالله. خب یعنی به اندازه تواناییشون ازشون چیز بخوای. پس این مواردی هستش که اغلب شماها شاهدش بودید، خانواده‌های محترم. حالا گفتیم که در اسلاید دوم اینو عنوان کردیم که ما چند تا مسئله داریم؟ سه تا مسئله: مسائل روحی، مسائل جسمی
مسائل درسی که خانواده ها میتونن اینجا کمک کنن به فرزندانمون. در مورد مسائل روحی اول بیایم صحبت کنیم ببینیم چه اتفاقهایی میفته. خب اول از همه گفتیم که بچه ها دچار استراب، دچار ناامیدی و غیره میشن. ما یکی از کارهای خوبی که میتونیم انجام بدیم که کمکشون کنیم، به کارهای مثبت اونها توجه کنیم، هرچند که این کارها کوچیک باشن. هر چقدر که این کارها حتی کوچیک هم باشن، باید به کارهای مثبت اینها توجه ویژه‌ای رو داشته باشیم. من اینو خودمو میذارم کنار که شما به اینا توجه کنی، به کارهای مثبت هر چقدر هم که کوچیک باشن. به عنوان مثال، مثلا فرض بکنیم دانش آموز من تو آزمون قبلیش زده مثلا 25%. درسته این 25% خیلی هم درصد قوی نیستش، اما اومده در آزمونه بعدی که تلاش کرده کرددش 28%. خب حالا شما بگی که بابا اصلا 20%ش که فرقی نکرده. نه، همین 3% رو ببینی نزش، میگی آخه 28% که اصلا عددی نیستش که، اما همین 3% که شما ببینینش، مطمئن باشین تو همین هفته آخر با یه توجه ویژه که حالا بهش اشاره خواهم کرد که چه کارهایی رو انجام بدن، این تبدیل میشه که میتونه حتی به بالای 35-6%، 40% تبدیل بشه. پس چیزی که از شماها انتظارم هستش این هستش که به کارهای مثبت بچه هاتون، حتی اگر این کارها کار کوچیکی باشه، میبینید آرامش بیشتری پیدا کرده، حتما توجه بکنیم. اصلی ترین چیزی که خانواده ها میتونن به بچه هاشون بدن وقته. وقت اختصاص بدن بهشون، وقت اختصاص بدن ببینن کارهاشونو، ببینن کارهای مثبتشون، هرچند که این کارها گفتیم کوچیک باشه. خب دیگه چی؟ توی خونه فضای شادی رو و مهربانانه ای رو فراهم کنن برای فرزندانشون. من باز میرم کنار که شما کامل سفر رو ببینید. فضای شاد و مهربانانه ای رو فراهم کنن در خانه. اگر فرزندان شما شاهد رابطه گرم و محبت آمیزی بین اعضای خانواده باشن، تمرکز و آرامش بیشتری رو به دست میارن. خب دیگه چه مواردی؟ از طرح مسائل اختلاف برانگیز خواهشان پرهیز کنید، چه لفظی چه رفتاری. من با خانومم مشکل دارم، من با همسرم با شوهرم مشکل دارم، اگه زنم با همسرم شوهرم، اگه مردم با خانومم مشکل دارم، خواهش میکنم این یک هفته یه مقدار زیادی ملاحظه کنید. بسیاری از بچه ها میان میگن که بابا خانوادهمون اصلا ملاحظه نمی کنن ما رو، اصلا توجه نمی کنن که آقا ما هفته دیگه کنکور داریم، 10 روز دیگه کنکور داریم، دائم مثل دورجون خورس جنگی به همدیگه می پرن. خواهشن یه مقداری صبورانه عمل بکنیم. اگر حتی نمیتونیم این شرایط رو تحمل کنیم، یه مقدار فضاها رو فضاهای بازتری قرار بدیم که درگیری های کمتری رو داشته باشیم. فضای اختلاف برانگیز لااقل برای یک هفته میتونیم توجه داشته باشیم که این بچه ها آسیب کمتری لااقل بخورن. چهارم، مسائل و مشکلات خانوادگی اقتصادی و اجتماعی. خب شما بسیاری از اوقات میبینین که ماها مسائل اقتصادی رو دائم میاریم تو خونه، گرونی فراوونه، نمیدونم به فلانی باید رأی بدیم، فلانی نماینده میشه، فلانی نمیدونم تو شورای شهر بیاد، فلانی مثلا رئیس جمهور بشه و غیره و غیره. این مسائل مختلفی که از نظر اقتصادی از نظر اجتماعی وجود داره، تو ایام یه هفته ای که مونده به کنکور خواهشن توجه داشته باشین، هی این مسائل رو به رخ بچه‌ها نکشین، گرونی داره بیداد میکنه، اینجور چیزا بیشتر باعث نگرانی و استراب بچه‌ها میشه. خب اسلاید بعدی رو ببینیم. تذکرات مداومی که بسیاری از خانواده ها به فرزندانشون میدن.
خیلی از متاسفانه اولیا دائم در حال تذکر دادنه. تذکر چی؟ بخون 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 بخون. هیچ کس با این بخون بخون درس خون نشده. چیزی که ما باید توجه بهش بکنیم اینه که بچه هامون رو هدایت درستی بکنیم، مسیر درستی رو بهشون نشون بدیم، بپرسیم که خب ما چه کمکی میتونیم بکنیم. دوست داری که در زمانی که مثلا فرض کنیم که تو اومدی، حالا استراحت یه کمی طولانی تر شد، من یه تذکری بهت بدم؟ دوست داری ساعت رو مثلا کوک کنم برات زنگ بزنه که شما تایم مثلا فرض کنیم که استراحتت زیاد از حد نشه، مثلا به جای یه ربع ما بین درس خوندنات یه دفعه نیم ساعت 40 دقیقه نشه؟ یه جوری با هم دیگه تعامل بکنیم که این موارد باعث بشه که بچه‌های ما احساس نکنن که ما روبروشون قرار گرفتیم. قراره که ما پاس گلو بدیم که اونها برن گلو بزنن. پس برای اینکه اون گلو خوب بتونن بزنن، من باید پاس خوبی بهشون بدیم. هی دائم با گفتن اینکه بخون بخون، این بچه‌ها درس خون نشدن. ششمین مورد، خطاها و اشتباهات فرزندانمون رو بزرگ نکنیم. یه اشتباهی کرده، هی این رو به رخش نکشیم، هی بزرگش نکنیم، وای فاجعه پنداریش نکنیم. یه خطایی کرده، آیا ماها خودمون هیچ وقت خطا نمی کنیم؟ ماها اغلب خطا می کنیم. بارها و بارها من تو برنامه های تلویزیونی که داشتم به عنوان یک مشاور عنوان کردم که من دائم دوچار خطا هستم، من هر روز اشتباه میکنم. حالا ممکنم هست، حالا تک و توک ممکنه بعضی روزها اشتباه نشه، ولی واقعیت اینه که ماها اغلبمون هر روز اشتباه داریم. بعد چجوری انتظار داریم این بچه های ما هیچ اشتباهی نداشته باشن؟ خیلی از اوقات من اینا رو تو جلسات عمدهی که با خانواده ها دارم سوال میپرسم، میگم شما اشتباه نداشتی، شما اشتباه نشدی. میبینیم چه اشتباهات بزرگی ما در زندگیمون داشتیم، ولی جالبیش اینه که تا به بچه هامون میرسیم انتظار داریم که این بچه ها هیچ وقت اشتباه نکنن، هیچ وقت خطا نداشته باشن، و این خب قاعدتا انصاف نیستش. پس اشتباهات بچه هامون رو بزرگ نکنیم، از کنارش بگذاریم، اعتماد خودمون رو به توانایی های فرزندانمون نشون بدیم، نشون بدیم که ما بهشون اعتماد داریم، ما کمکشون میکنیم، ولی اینجوری نیستش که دائما بخوایم کار رو ما مدیریت بکنیم. خودشون مدیریت میکنن، ما بهشون اعتماد میکنیم، جاهایی که نیاز به کمک ما دارن ما در کنارشون قرار بگیریم. میگه مثلا مامان من میخوام تست بزنم، شما مثلا فرض کنیم که 15 دقیقه من برای ادبیات تموم شد یه تذکر بده، 15 دقیقه من برای مثلا عربی تموم شد یه تذکر بده، یا مثلا فرض کنیم که این کارها رو برای من انجام بده. مثلا من دارم تست 4 ساعت تست کنکور میزنم، یه کنکور جامعه دارم میزنم، شما سرصدا بکن که من با شرایط سرصدا هم مثلا بتونم خودم آداپته بکنم که اگر خدای نکرده تو کنکور سرصدا وجود داشت، من بتونم مدیریت بهتری رو بکنم شرایطم رو. خب پس کاری که میکنیم این هستش که اعتماد میکنیم به تواناییاشون و هی دائما کنترلشون نمیکنیم. قسمت دیگه که باز اهمیت زیادی داره، به احساسات درونی اونها توجه کنیم و گوش شنوایی برای درد و دلهاشون باشیم. خیلی از اوقات بچه ها دوست دارن که درد دل کنن. ماها اینجا باید نقش یک گوش شنوا رو داشته باشیم. باید اجازه بدیم که بچه ها درد و دلشون رو بگن. مامان خیلی ناامیدم. مامان احساس میکنم دیگه هیچی نمیشه. مامان بابا مثلا فرض بکنیم که این همه شما زحمت کشیدی، این همه پول دادی، من حالا اگه خراب بکنم چی میشه؟ کلی ممکنه که برای شما بخوان درد و دل داشته باشن. شما به درد و دلای بچه‌ها توجه داشته باشین، از کنارش به راحتی نگذاریم. حوصله ندارم الان. حتی اگر کارم دارید یه تایمی رو براش قرار بدید، بگید که مثلا فرض کنیم که دخترم الان این کار انجام بدم، بعدش میام در خدمتت هستم، گوش میکنم که شما درد و دلتو انجام بدی، مشکلاتتو به من بگی. بچه ها احساس آرامش خیلی خیلی بیشتری رو خواهند کرد. گفتم مهمترین چیزی که شما میتونید به بچه هاتون بدین وقته.
وقت برای گوش دادن بهشون، وقت برای توجه کردن بهشون. تک تک این موارد میتونه تاثیرات بسیار خوبی رو در روند کار فرزندانمون در هفته آخر داشته باشه. خب به حساسیت های روحی بچه ها توجه ویژه داشته باشیم. خیلی از اوقات بچه ها برای حساسیت های خانواده ها برای به ما کلی صحبت میکنن، برای ما کلی صحبت میکنن. یادم میاد که یکی از بچه ها میگفتش که مثلا پدر من میدونه من نسبت به دختر خالم حساس هستم، مثلا مادر من میدونه که من نسبت به فلانی حساسم، یا به نسبت به این جمله‌ای که میگه حساس هستم، هی دائما بازم تکرارش میکنه، میدونه من حساسم، بارها بهشون گفتم من حساسم، خواهش میکنم اینو دیگه تکرار نکنی، ولی باز دوباره میبینم که مثل چماقی میکوبونن توی سر من. به حساسیت های بچه ها تو این هفته آخر توجه ویژه داشته باشی. فرزندانتون رو با دیگران مقایسه نکنید، حتی اگر این دیگران کیا باشن، حتی اگر این دیگران خواهر و برادرش باشن. خیلی زیاد من میبینم این موارد رو تکرار میشه. حتی همین چند وقت قبل یه مورد خیلی جالبی اتفاق افتاده بود. یه دختر خانم میگفت مادر من دختر دایی من رو هی میکوبه تو سر من، میگه که دختر داییت به عنوان مثال توی 2-3 ماه آخر تونست دانشگاه قبول بشه، خب اون چیش کمتر از توه؟ اون وقت چه اتفاقی افتاده بود؟ مثلا دختر داییش یک کاردانی تو رشته های فنی حرفه‌ای بدون کنکور قبول شده بود، با منی که رشته تجربی هستم و 700-800 هزار نفر کنکور شرکت میکنن با من مقایسه میکنن و هی اونو میکوبنن تو سر من. من قشنگ براشون همونجا هم توضیح دادم به خانواده که اصلا اینو قابل قیاس نیستن، اصلا حتی اگر برادر و خواهر هم بودن ما حق مقایسه نداریم. خیلی از باز خانواده ها میان، حتی جالبه که براتون میگم چند وقت پیش یه خانواده که تشریف آورده بودن مادرشون خودشون مشاور بودن، ولی مثلا هی دائم میگفتن که این خواهرش اینجوری بود، خواهرش اونجوری بود، خواهرش اینجوری بود. من خواهش کردم که اصلا مقایسه نکنین، ایشون با خواهرشون ممکنه زمین تا آسمون به اصطلاح گرایش های متفاوتی رو داشته باشن. قرار نیست که ما هی دائما دیگران رو با فرزندنمون مقایسه بکنیم. پس حتی با خواهر برادراش هم مقایسه نکنین، چه برسه با دیگران. بر اساس اطلاعاتی که ما از یه چی کسی شنیدیم قضاوت نکنیم فرزندانمون رو. یه چیزی رو از یه کسی شنیدیم، بر همون اساس میایم فرزندانمون هم مقایسه میکنیم یا قضاوت میکنیم اونها رو. بر اساس واقعیت ها فرزندانمون رو قضاوت بکنیم. اصلا من توصیه‌ام اینه که اصلا قضاوت نکنیم. ما در مقامی نیستیم که اصلا بخوایم کسی رو قضاوت کنیم. حالا پدر مادرش هستیم. اصلا قضاوت کردن، من توی جلسات مشاورم هم اغلب میگم من اینجا قاضی نیستم، شما هم محکوم له نیستین، قراره که اینجا بنشینیم کنار همدیگه مشورت بدیم به همدیگه که چیکار بکنیم بهترین شرایط خودمون رو ایجاد بکنیم. چیزی که پس از شما میخوام این استش که قاضی نباشید، قضاوت اصلا نکنید. تا اونجایی که ممکنه ما کسی رو قضاوت نکنیم. خیلی 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 ما هنرمند باشیم بتونیم خودمون رو قضاوت کنیم، که تازه من بسیار از اوقات میگم که ما خودمون هم نباید هی قضاوت بکنیم، هی زیر سوال ببریم، هی زیر سوال ببریم. ما باید یاد بگیریم که برای مشکلات راه حل ایجاد بکنیم. حالا یه چیزی رو از یه کسی شنیدیم، بر اساس همون شنیده هامون میخوایم تمام شرایط رو با همون شنیدمون قضاوت بکنیم. خب دیگه از مواردی که خانواده ها باید بهش توجه داشته باشن تو مسائل ذهنی، موارد و اشتباهات بزرگی که خانواده ها برای دانش آموزا ایجاد میکنن. این اشتباهات شامل چه چیزهایی هستن توجه داشته باشیم. یک، عدم شناخت و برآورد درست توانایی‌ها و میزان تحمل دانش آموز.
خب این جمله باز بسیار شنیده میشه. بچه من میدونم توانمندیاش بسیار بسیار بالاست، اما نمیدونم چرا اینجوری داره عمل میکنه. توانایی ها رو بالاتر از چیزی که فرزندانمون داره خیلی از اوقات بیان میکنیم. من میدونم اگر بخواد میتونه، مثلا فرض کنیم تو همین چند روزه نتیجه رتبه بشه توی کنکور. آقا یه هفته تا کنکور سراسری باقی مونده، فکر میکنیم که تو این یه هفته بچه های ما میتونن رتبه بشن. همین چند روز پیش، تقریبا کمتر از یه هفته پیش، یه هفته پیش یه خانواده اومده بودن با فرزندشون پیش من، پدر و مادر با پسرشون پیش من اومده بودن و انتظار داشتن که توی همین یک هفته یه دفعه یه معجزه اتفاق بیفته و فرزندشون مثلا فرض کنیم که تاپ‌ترین رشته توی تهران رو قبول بشه. من گفتم که احتمالش هست که شما با شرایطی که داشتی، حالا فرزندشون مثلا به خاطر شرایط خاصی که داشتن مثلا چند ماه بود که از درس فاصله گرفته بودن، من گفتم میتونی تو این زمان بهترین خودت باشی. یه اتفاق جالبی رو من به اصطلاح یه مقاله علمی بود، برای من خیلی جالب بود، داشتم ملاحظه میکردم یک کار جالبی رو انجام دادن. اومدن 8 تا دریچه گرفتن، حالا متاسفانه 8 تا باکس رو گرفتن. از این بازی ها رو شما خیلی از اوقات ممکنه که دیده باشین، 8 تا دریچه هستش. این 8 تا دریچه شماره 1, 2, 3, 4 به همین ترتیب رفته جلو. توی مثلا هر کدوم از این دریچه ها که باز کنی، یک سکه طلا، یه سکه طلا، یه سکه طلا، مثلا یه دونه اینجا شیطونک گذاشتن، بعد اینجا ممکنه که باز سکه های طلا شماره های مختلف وجود داشته باشه. اگر شما دریچه 1 رو بگی باز کن، طلا باشه، دریچه 2 طلا باشه، دریچه 3 طلا، سکه طلا باشه، دریچه 4 اگر شیطونک باشه، همه این چیزها رو میبازین، هر چی که به دست آوردی میبازین، مگر اینکه مثلا 2 تا بردی بگی که کافیه برای من، من میرم کنار، 2 تا سکه بردم، از ترس اینکه حالا بعدیش ممکنه شیطونک باشه. اومدن حالت های مختلف رو با دستگاه FMRI مغز رو کنترل کردن ببینن چه اتفاقی میفته. دیدن یه کسانی که 3 تا خونه رفتن، خونه 4مشون شیطونک بوده و هیچی نبردن، رو در نظر گرفتن یه تعداد زیادی، مثلا فرض بکنیم که 50 نفر، این اتفاق افتاده که 3 تا خونه رو باز کردن، خونه 4م شیطونک بوده و هیچی نبردن، هیچی نبردن. 50 نفر دیگه ای بودن که این شیطونک به 3 رسیدن و دیگه از ترس اینکه 4م شیطونک باشه مسابقه را ادامه ندادن. بعدها دیدن که اینجا سکه بوده، اینجا سکه بوده، اینجا اینجا مثلا فرض بکنیم که سکه بوده، اینجا شیطونک بوده، یعنی میتونستن 3 تا سکه دیگه ببرن. اینا هیچی نبردن، ولی اینا که 3 تا سکه برده بودن ولی دیدن که بعدش میتونستن 3 تا سکه دیگه هم اضافه تر ببرن، اینا دوچار حسرت بیشتری شدن خیلی، دوچار حسرت بیشتری شدن خیلی. چی میخوام بهتون بگم؟ میخوام اینو بگم که اینی که هیچی نبرده کمتر حسرت برده تا اونی که 3 تا سکه هم برده ولی حالا میتونست 3 تا سکه دیگه هم ببره. خب از این ما نتیجه میگیریم که بسیاری از اوقات ما حسرت میخوریم از چیزایی که میتونستیم خیلی بهتر به دست بیاریم ولی به دست نیاوردیم. تو این شرایطی که باقی مونده باید سعی کنیم که بچه هامون به حد اکثر چیزی که میتونستن برسن برسن، یعنی طوری کمکشون بکنیم که انتظارات خیلی زیادی نزدشون نداشته باشیم و از طرفی هم یه جوری عمل کنه که نگن بعد من اگر اینجوری 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 میشد، هی حسرت بخورن حسرت بخورن حسرت بخورن، نه از این ور بیفتن و نه از اون طرف بیفتن.
یعنی اگر ببینن که میتونستن بهترین خودشون باشن، بیشتر از اون چیزی که به دست می آوردن و میتونستن به دست بیارن، ممکنه دچار حسرت‌های زیادتری بشن. پس من باید نگاه بکنم که ببینم که فرزند من چقدر توانایی داره به اون حد اکثری که میتونه برسه تا بعداً حسرت نخوره. خب اسلاید بعدی رو ببینیم. عدم توجه به سابقه تحصیلی دانش آموز و قواعد سرعت رشد دانش آموز در زمانهای محدود. چه اتفاقی میفته؟ ما یه دفعه توی این یه هفته دانش آموزمون پیشینه قوی نداشته، انتظار داریم که یک دفعه رشد آنچنانی بکنه. خب این اتفاق میفته؟ مسلما این اتفاق نمیفته، اما میتونه اون فرد به گفتم حد اکثر خودش برسه. یعنی چی حد اکثر خودش؟ یعنی بیایم بهینه ترین مباحث رو انتخاب بکنیم که حالا تو مسائل علمی براتون توضیح میدم و روی اونا زوم بکنن بچه ها که بهترین خودشون بشن، نه اینکه قرار باشه که تو یه هفته یه دفعه یه دانش آموز با پیشینه علمی ضعیف یک دفعه به سقف برسه. دیگه چی؟ نگرانی بیش از حد و بیش از خود دانش آموز برای موفقیتش. خیلی از اوقات ما به خاطر آرزوهای شخصی خودمون دوست داریم بچه‌مون قبول بشه. یه سری ناکامی‌هایی که خودمون قبلا داشتیم و نتونستیم به اون چیزا برسیم، دوست داریم که حالا بچه‌مون حتما با تحت هر جور فشاری به اون چیز برسه. اینم باید مد نظر حتما داشته باشیم که فشار بیش از حد قطعا آسیب‌های جدی رو برای اونها به وجود خواهد آورد. دیگه باز از خطاهایی که خیلی از خانواده‌ها انجام میدن، انتقال نگرانی شخصی به دانش آموز به این صورت که هم آینده خودت رو داری تباه میکنی. این جمله رو خیلی از اوقات خانواده ها به کار میبرن. میفهمی اصلا داری چیکار میکنی؟ داری آیندت رو تباه میکنی، حالا با خشم و فشار فراوان، انتظارات بیش از اندازه، فشارهای بیش از اندازه و جملات خشمگین آمیزی که مثلا آیندت رو تو داری تباه میکنی با این جمله. خب من فکر میکنی که حالا اون دانش آموز من با این جملات تحت تاثیر قرار میگیره، یک دفعه ای میاد و یک روش بسیار بهینه ای رو انتخاب میکنه. نه، اتفاقا منفعل تر خواهد شد. باز یکی دیگه از کارهایی که اغلب ما شاهد اون هستیم، نظارت شدید و مداوم و زیر ذره بین قرار دادن فرزندان. کوچکترین فعالیتشون رو زیر نظر داریم و سریع میگیم. دانش آموز داشتم که عنوان میکرد آقا من تایم دارم، شما بهم تایم دادین یک ساعت و نیم مطالعه، یه ربع استراحت، یک ساعت و نیم مطالعه، حالا من زمانی که موقع استراحتمه پدر من تو همون زمان ها میاد. میگه من هر دفعه که اومدم تو که اینجا این وسط ولویی، پس چیکار داری میکنی؟ کی داری درس میخونی؟ یعنی اصلا آگاهی ندارن که برنامه من چی هستش. شروع میکنن و به اصطلاح فشارهای کلامی وارد میکنن، حملات مستمر کلامی و غیر کلامی برای تکان دادن و بیدار کردن از خواب غفلت. اینم چند بار توضیح دادیم. دیگه چی؟ عدم استفاده از تشویق باعث بشه که بچه من سوس بشه یا سوء استفاده کنه. هیچ تشویق نمی کنه. تشویقشون نمی کنیم به خاطر اینکه نکنه که اینا تو این یه هفته آخر یه دفعه سوس بشن، درس ها رو بخوام بذارن کنار. نه، اتفاقا تشویق های ما میتونه بسیار کمک کننده باشه برای اونها. یکی از چیزهایی که باز خیلی باز من تاکید میکنم که تو این هفته آخر لااقل بهش توجه داشته باشیم، حریم شخصیشون هستش. میریم توی حریم شخصی بچه هامون دخالت میکنیم، هی دخالت میکنیم. اینها عصبی میشن، دائما زیر ذره بین قرار دادن، از حریم شخصی خودشون پا رو فرا گذاشتن و این موارد میتونه بسیار آسیب بزنه به بچه‌هامون تو این هفته آخر. به این موارد حتما توجه داشته باشین. وعده‌های مالی الکی، اگر پسرم بتونی قبول بشی حتما برات یه موبایل 12 میگیرم، یه مثلا فرض بکنیم که
آی واچ میگیرن برات و و غیره و غیره. چیزی که ازتون میخوام این هستش که وعده های الکی به بچه هم ندید. اصلا وعده های مالی برای چی؟ بچه های ما برای خودش داره درس میخونه و باید یاد بگیری که این فرایند برای خودش هستش. قرار نیستش که ما با وعده های زیادی که حتی اگر عملیش هم میخوایم بکنیم، بهترین کار این هستش که یاد بگیره برای خودش درس میخونه. الکی بهش وعده ندیم، حتی اگر الکی هم نیستش، واقعی هستش. به نظر من وعده های مالی اثر بخشش در دراز مدت قطعا آسیب زننده است. حالا بعضی که تازه از اینم پا رو فراتر میذارن، وعده های مالی آنچنانی میدن، برات یه ماشین میخرم، برات یه موتورسیکلت میخرم و غیره و غیره. دیگه چی؟ ایجاد احساس گناه تو دانش آموزا. خب خیلی از بچه ها من میبینم که خودشون واقعا احساس گناه دارن، خیلی از اوقات خانواده هم این احساس گناه تازه تشدید میکنن براشون. چیکار میکنن؟ میان این همه هزینه کردیم برات، این همه خرجت کردیم، تو خیلی ناسپاسی، و با این جملات دچار احساس گناه میکنیم اونها رو، احساس شرمندگی میکنیم اونها رو. خب توجه به این موضوع هم بسیار بسیار حائز اهمیت هستش. خواهش من این هستش که این مورد یکی از اون مواردی خیلی تکرار میشه و خیلی دیدیم که خانواده ها متاسفانه یه مقداری توی این مسئله توجه ندارن. من بارها گفتم به بچه ها، بابا بچه ها مثل جگر من هست، بچه من مثل جگر من هستش، بچه یک نفر مثل جگر خانواده هستش، مثل دست خانواده هستش، مثل دست پدر هستش، مثل دست مادر هستش. من هیچ وقت نمیام به دستم منت بذارم که آقا این ساعت رو برات خریدم، ببین چه ساعتی برات خریدم، این دست من. من انگار که برای خودم این کار رو کردم. بارها براشون اینو توضیح دادم، خانواده این کار رو برای خودشون میکنن، نه اینکه بخوان برای شما منتی بذارن. خب خواهش من این هست که از این جملات یه مقداری پرهیز بکنیم. تهدیدهایی که خیلی هاشون هم انجام نمیشه و بیشتر باعث بی‌اعتباری حرفهای ما میشه. به خدا اگر ببینم تو این کار رو کرد، به خدا اگر ببینم که نتیجه نگرفتی، من میدونم تو این کار میکنم، از خونه بیرونت میکنم، اینجور 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 اینجور. از اون طرف وعده ها رو میدیم انجام نمیشه، از این طرف هم تهدید میکنیم، تهدیدهای آنچنانی میکنیم که تازه اونها هم هیچ کدوم انجام نمیشه، ولت میکنن، بری هر غلطی میخوای بکنی بکن و غیره. زیر فشار گذاشتن دانش آموز با عنوانهای اهداف خیلی بالای دانشگاهی. من میدونم، حالا جلوی خانواده های خودشون هم این رو میگن، من میدونم که این بچه ای من حتما مثلا پزشکی قبول میشه، من میدونم شریف قبول میشه و غیره، زیر فشار قرار دادن با رتبه ها و رشته های بالای دانشگاه. خب اما مسائل جسمی بچه ها، این مسائل ذهنی که خیلی مهم بود، واقعا مسائل جسمی هم بسیار بسیار پر اهمیته. مسائل علمی هم توضیح میدم. من گفتیم سه تا قسمت داشت، ذهنیاشو گفتیم، روحی روانیاشو گفتیم، مسائل جسمی هم بسیار بسیار حائز اهمیت هستش. مسائل جسمی ما شامل چیه؟ یکی از موارد مهمش خواب و استراحته، تغذیه است، ورزش تو همین ایام، تحرک و نشاط، موقعیت و وضعیت درس خوندن، پوزیشنی که میگیرن، و موسیقی که میتونه تو این ایام بسیار بسیار آرام بخش باشه. خب حالا موارد رو یه خود تخصصی تر صحبت کنیم. خواب بچه ها یکی از مسائل اصلی جسمیشون، مسئله خوابشون هستش. خیلی از بچه ها، همین امروز من بازی با یه دانش آموز صحبت کردم، گفتم کی میخوابی؟ دو و نیم. کی پا میشی؟ 7:30، 8. خب کی قراره این درست بشه؟ تو همین هفته باید تغییرات عمده صورت بگیره. یعنی چی؟ یعنی به ترتیب ساعت مثلا یه شب ساعت 1:30 بخوابم، بعد ساعت 1 بخوابم، بعد ساعت عرشبات حضورتون که 12:30 و 12. سعی کنم از 12 به بعد نشه، 12 به بعد نشه. توصیه اکید دارم خواب بچه ها رو سعی کنید که مدیریت کنید، حد اکثر 12 بخوابن، از اون بر 6 صبح باشن، چون امتحان کنکورشون از ساعت به سال 8 یا 8:30 ممکنه که شروع بشه، از ساعت 6 باید پشن که خودشون رو
به اصطلاح آماده کنن که بتونن به سر جلسه برسن، خصوصا بچهای رشته ریاضی که پنجشنبه امتحان دارن. اون بچهای عزیزمون که رشته ریاضی هستن، خب بالاخره یه مقدار ترافیک باز روزای پنجشنبه هست، درسته که یکم خلوت‌تره ولی ترافیک هستش، باید به اینا توجه بکنیم که خوابشون باید سر ساعت 6 بلند شن که به موقع به سر جلسه آزمون برسن. لطفا اینا رو مدیریت بکنید، خواب بچه ها رو کاملا مدیریت کنید. و خیلی از بچه ها خواب بعد از ظهر طولانی دارن، از اون وقت تا نصف شب بیدار میمونن، میگن که ما نصف شب بهتر میتونیم درس بکنیم. نه، این عدم رعایت این موارد ممکنه که آسیب زننده باشه. یکی از همکارای عزیزمون من شنیدم که داشتن میگفتن که من خودم تا نصف شب بیدار بودم و یه نتیجه خوب گرفتم. بهتره که ما توی روانشناسی یه مورد داریم به نام بایاس یا خطای ذهنی. قرار نیستش که اگر مثلا فرض کنیم یه نفر این اتفاق براش افتاد، برای بقیه هم عیناً همین اتفاق بیفته، هیچ اثر منفی نذاره. من توصیه‌ام این نیستش، خواهش می‌کنم که چون توصیه علمی هست اینا، به اصطلاح خواب کافی و مناسب قطعاً تکس‌های بسیار بسیار متعددی از نظر پزشکی داره برای این مورد. به اینا حتما توجه بکنیم، خواب مناسب رو داشته باشن بچه‌ها. 12 شب حد اکثر دیگه، 12 حتی برای زمان کنکور من توصیه می‌کنم زودتر هم بخوابن، که حالا به شب کنکور برسیم یه مقدار اینو بیشتر اشاره خواهم کرد. خب تغذیهشون، به تغذیه بچه‌ها هم باید توجه ویژه داشته باشیم. یکی از چیزایی که باز خیلی توجه باید خانواده بکنن اینه که از بیرون لطفاً اصلاً مطلقاً غذا تهیه نکنین. تو این چند روز باقی مانده خواهش میکنیم از بیرون غذا تهیه نکنید. حتی آب میوه از بیرون بریم بخوریم، یه مثلا شب قبل از کنکور بخوایم بریم بیرون یه قدمی بزنیم یه آب میوه‌ای بخوریم، لطف بفرمایید آب میوه نخورید، بستنی سنتی نخورید. اگر هم خواستیم بستنی بخوریم، از این بستنی هایی که استریلیزه هستن و اینها استفاده کنیم، پاستوریزه هستن استفاده بکنیم. از موادی که باعث بشه خدای نکرده احساس دلدرد، دلپیچه یا خدای نکرده مسمومیت برای ما ایجاد بکنه تا حداکثر جلوگیری بکنیم. غذا فست فود بریم یه پیتزایی بزنیم یه کمی حالمون بهتر بشه، خواهشن تو این ایام قدغن. چیا باید استفاده بکنیم؟ مایعات خوب فراوون، از مواد ایدرات کربن ها استفاده کنیم، میتونه کمک کننده باشه. میوه ها، حالا میوه های این فصل های مقداری اصطلاحا سردی هستش، بهتره که زیاده روی نکنیم در اونها، یا حتی امکان مثلا از مواد گرمی هم استفاده بکنیم. اندونه سردی هستش، اصطلاحا خانواده ها میدونن این مواردی که دارم میگم. دیگه چی؟ از مواد پروتئینی به خوبی استفاده کنن، یادگیری توسط مواد پروتئینی و ایدرات کربن هم انرژی به اصطلاح یادگیری رو تامین میکنه، از اینا به وفور استفاده کنیم. شیرینیجات، شیرینی های خامه ای، شیرینی های مختلف و همچنین مواد دارای چربی بالا حد اقل ممکنه باشن. خب از نظر تغذیه‌ای هم گفتیم صبحانه رو حتما عادت بدید بچه ها صبحانه رو بخورن، چون روز کنکور هم باید صبحانه بخورن که برن سر جلسه انرژی کافی رو برای آزمون 4 ساعته داشته باشن. موادی که برای صبحانه بهتر استفاده کنن، نون، پنیر، گردو، عسل، تخم مرغ، حالا کره هم حتی میتونه کمک کننده باشه، باید خوبه، ولی چربی حالا به حداقل ممکن برسه. خیلی ها میگن، باز من شنیدم که یکی از مشاوران عزیزمون میگفتن که لبنیات استفاده نکنید تو این چند وقته. لبنیاتی که استریلیزه باشه هیچ اشکالی نداره، میتونیم استفاده کنیم، به شرطی که در کنارش که حالا کلسیم استفاده میکنیم فسفر هم استفاده بکنیم، مثلا توی گردو میتونه کمک کننده باشه. و خدمت عزیزتون عرض بکنم که پنیر تریپتوفان داره، کمک میکنه، تریپتوفان تبدیل میشه بعدا به سرتونین، سرتونین یکی از میانجی‌های عصبی خیلی خوبه برای مغز. دیگه چی؟ مثلا عسل گلوکوز مغز رو تامین میکنه، یا به عنوان مثال تو صبحانه میگم تخم مرغ لیپوپروتئین لستین داره که در یادگیری بسیار میتونه کمک کننده باشه. اینها یه صبحانه کامل و خوب حتما بچه هامون عادت کنن استفاده بکنن، برای کنکور هم میتونه کمک کننده باشه. یادمون نره تخم مرغ رو ترجیحاً آب پز بکنیم و
پخته باشه، به اصطلاح به شکل پخته بخوریم بهتر هستش. دیگه چی؟ ورزش کردن. آقا ما دیگه تو این ایام ورزش چی هستش؟ دو نوبت، یه ربع صبح یه ربع بعد از ظهر بذاریم. صبح ورزش های با تحرک، بعد از ظهر ورزش های کششی. هر چقدر ورزش کششی بیشتر باشه، دیدین مثلا کسانی که میرن برای ماساژ، ماساژ چیکار میکنه؟ عضلات رو کش میاره و آرامش ایجاد میکنه، بعد میگن چقدر ریلکس شدم، آخی همه دردام انگار رفت. خب همین کشش ها هم همین کار رو برای شما انجام میده. برای بعد از ظهر کشش، صبح تحرک. اگر هم تا الان ورزش نمیکردی حتما این ایام انجام بدین، چون یه عالمه از تکانه های استرابی رو ورزش کاهش میده، خصوصا اون کشش. و ارگونومی مطالعه. یادمون نره بچه ها 4 ساعت باید آزمون بدن سر جلسه کنکور. برای این 4 ساعت، 410 دقیقه که باید آزمون بدن، باید یاد بگیرن پشت میز بشینن با شرایط کنکور آزمون بدن. 4 ساعت رو با شرایط کنکور آزمون بدن و هی خودشون رو آداپته کنن. تو این هفته آخرم 1 یا 2 تا آزمون میتونن بزنن، زیاد نه. هر روز آزمون بزنن نه، خیلی خستشون میکنه. یک آزمون جامع 4 ساعته، مثلا همین جمعه میتونن یه آزمون رو بگیرن، شنبه یا یک شنبه هم یه آزمون دیگه برن. 2 تا آزمون حساب شده مثلا کنکورهای سال 99 رو شما کمکشون کنین که آزمون بدن، 4 ساعت رو مدیریت بکنن قشنگ. 1 ساعت و ربع که تموم شد دفترچه عمومی رو بزنن کنار، دفترچه اختصاصی رو تو پاسخ برگ امتحان بدن، این شرایط کنکور آزمون بدن و ارگونومی مطالعه رو داشته باشن. پوزیشنی که موقع درس خوندن باید، یا پوزیشنی که موقع آزمون دادن باید داشته باشن رو حواسمون بهش باش. خب بریم سراغ مسائل علمی. گفتیم چی بود؟ مسائل ذهنی، مسائل جسمی و مسائل علمی. بچه ها باید یاد بگیرن در دوران 1 هفته مونده به کنکور چیز جدیدی در دوران جمع‌بندی نخونن. همه آموخته‌هاشون رو سعی کنن جمع‌بندی کنن. یه دانش آموزی، 2 تا دانش آموز که 2 قلو هن، 2 تا پسر هستن، داشتن صحبت میکردن، عنوان میکردن که ما تو فیزیک این مبحثمون مونده، اون مبحثمون مونده، این مبحثمون مونده، بعد چجوری بعد شما میگید که اینا رو نخونیم؟ گفتم آره دقیقا اینا رو ول کنیم، چون شما داشتهاتون خیلی بیشتره، 3 تا مبحث مونده ولی یه عالمه مبحث دارید خوندید. اتفاقا میگفتن که ما اونایی که خوندیم با کلاسای اتفاقا هدفم جلو میرفتن، میگفتن آموزش دیدیم، درسی که دادن همونه که خوندیم و تستاشو زدیم، خوب میتونیم توی آزمون بزنیم، ولی مثلا مباحث موندهمون زیاده. حتی میگفتن توی شیمی ما 50%، حالا البته این مال مثلا یه حدودا 10 روز پیش هستش، 50% مباحث شیمیمون باقی مونده. گفتم اول تمرکزتون بزنید رو اون 50% که خوندین، مطمئن باشین 50% میتونین بزنین. بعد حالا بعد از اینکه مطمئن شدین، حالا اگر خواستید 1-2 تا مبحث هم توی شیمی اضافه کنید. تازه من باشم میگم همون رو هم اضافه نکنید، و همون 50% تمرکز ویژه داشته باشید. روی فیزیک همینطور. خب اغلب سوال میپرسن بچه‌ها اگر از اون مباحثی که ما نخوندیم سوال آسون اومد چی؟ انگار که طراحا نشستن نگاه کنن ببینن که بچه‌های ما کدوم مبحث ها رو نخوندن، از همونو سوال آسون بدن کنفشون کنند، و از اون جایی که نخوندن سوال دشوار بدن، اون جایی که خوندن سوال دشوار بدن. طرا همچین کاری اصلا نمیدونن ما چی خوندیم چی نخوندیم. اما برای اینکه خیالشون راحت باشه میگیم که اون هفته آخر رو بذارید برای دوره، 1-2 روز آخر مباحثی که باقی مونده رو فقط در حدی که اگر سوال آسون اومد بتونم سوال آسون رو بزنم، یه ریویو سریع برای اینکه از حافظه کوتاه مدتمون بتونیم استفاده کنیم. بیشترم باز همچنان توصیه میکنم مبحث جدید نخونن، روی همون مباحثی خوندن بیشتر تمرکز بکنن و دوره داشته باشن. خب اما روز قبل از کنکور چیکار کنن؟ دانش آموزای رشته ریاضی که 4 شنبه روز قبل کنکورشونه، و همچنین تجربیات، تا ساعت 4 بعد از ظهر که 5 شنبه برای تجربی ها روز قبل کنکورشونه، 4 شنبه برای رشته ریاضی، تا ساعت 4 بعد از ظهر توصیه میکنم مثلا درس بخونن. خیلی از مشاورا میگن نه اصلا روز آخر، من شنیدم که اصلا دیگه در حالت قلوف آمیز میگفتن که 1 هفته آخر اصلا شما درس نخونید، یا حتی شنیدم مثلا 2-3 روز آخر درس نخونید. ولی شب قبل کنکورو که خیلی ها میگن که بچه ها شب قبل کنکور درس نخونن، نه درس بخونن،
چون اگه نخوان درس بخونن یه عالم فکر و خیالای دیگه میکنن، آسیبش بیشتر هستش. درس رو بخونن تا ساعت 4 بعد از ظهر. از 4 بعد از ظهر برن مثلا بچهای ریاضی سوالات عمومی رشته هنر رو که چهارشنبه برگزار شده رو یه بررسی اجمالی بکنن. 4 ساعت، از ساعت 4 تا ساعت عصر حضورتون که 8 7 میتونن این کارو بکنن، 3 ساعت 2 ساعت وقت بذارن سوالات عمومی، نه که بشینن تک تک رو برن بررسی کنن، سوالات تمام لغت ها رو بخوان پیدا بکنن، از ادبیات املاهاشو پیدا بکنن و غیره. نه، اینقدر نمیخواد وقت بذارن، ولی یه وقتی رو بذارن که تیپ سوالات مشخص بشه. آیا ادبیات تیپ بندیش چجوری بوده تو کنکور رشته هنر؟ آیا تغییرات خیلی شدیدی داشته که معمولا تغییرات شدیدی نداره؟ ممکنه مثلا یکی دو مورد سوالات ابتکاری توی ادبیات باشه. عربی چه ابتکاری گذاشتن؟ چه مسائلی داشته؟ دینی چه به کجا ها بیشتر توجه کردن؟ و ما بریم بالا پاییناشو یه توجهی داشته باشیم، زبانشو توجه بکنیم. این کار کمک من میکنه که من یک مدیریت بهتری برای درسهای عمومیم لااقل داشته باشم. بچه‌های تجربی که دیگه نور علی نوره، هم آزمونشون جمعه است که خلوت هم هست، راحت تر هم میتونن برسن به محل آزمونشون. بچه‌های تجربی هم کنکور رشته ریاضی رو میتونن عمومیاشو بررسی کنن، هم رشته هنر رو میتونن بررسی کنن، هم یه نیم نگاهی هم به رشته حتی انسانی داشته باشن، مثلا زبانشون که کاملا یکسانه. حالا تک و توک درس هایی هم مثل ادبیات و عربی و دینی درس اضافه تری هم دارن، مباحث های اضافه تری دارن، ممکنه یکم تیپ سوالاتشون تک و توک متفاوت هم باشه، ولی باز قالب کلیش قالبیه که میتونه بهشون کمک بکنه. حتما از ساعت مثلا 4 بعد از ظهر تا 8 شب میتونن بذارن برای ملاحظه این موارد، خصوصا این که تازه شیمی رشته ریاضی هم کاملا میتونه کمک کننده باشه برای رشته تجربی که دید پیدا بکنم. مثلا همین سال پیش که یک دفعی درس شیمی بسیار بسیار دشوار بود، من به بچه هام اعلام کردم که شیمی فوق العاده زیاده، به بچه های تجربی فوق العاده زیاد سخت هستش و شما برای 40% برید برای آزمون، روی 40% تمرکز داشته باشید، مثلا 4 از 10 انتخاب بکنید. خیلی از بچه‌ها که این مدیریت رو کردن که روی 40% الان دارن رشته‌های پزشکی درس می‌خونن، یعنی با همون 40%شون تونستن 40% پزشکی قبول بشن. پس دقت بکنیم به سوالات شیمی رشته ریاضی و سوالات عمومی های رشته ریاضی و رشته هنر، و یه نیم نگاهی هم حالا به رشته انسانی. خب بعد از اون میرن یه قدمی میزنن و میان شروع میکنن وسایلشون رو چیدن. این وسایل شامل چی هستش؟ 15 تا وسیله است که حالا ارتباط بیشتر هم هست، من یه سری چیزا هم باز اضافه میکنم. کارت ورود به جلسه شون، وقتی که باید پرینت بگیرین 3 تا پرینت بگیرید، یادتون باشه 3 تا از کارت ورود به جلسه پرینت میگیرین، یکی باید نزد خودتون، یکی باید نزد خانواده به مادرتون بدید یا به پدرتون بدید. چرا؟ که من دیدم دانش آموزایی که نزدیک به ورود به جلسه دیدن کارتشون رو گم کردن. خب اینجا خب خانواده که داشته باشه میتونه یه دونه از اون کارت ورود به جلسه بده بهشون. دیگه چی؟ یه دونه هم بزنن لای شناسنامه، که چون باید شناسنامه با خودتون ببرین یا کارت شناسای عکسدار ببرین، ترجیحاً شناسنامه. این یکیش لای شناسنامه باشه، یکیش دست خانواده، یکیش هم دست خودتون که اگه خدای نکرده مال خودتون گم شد اینها وجود داشته باشه، استراب علکی پیدا نکنیم. دیگه چی رو باید آماده کنیم شب قبل از کنکور؟ کارت شناسایی عکسدار بذاریم، 3 تا مداد نرم، 3 تا مداد نرم، 2 تا مداد نوکی مثل مدادای اتود، 7 دهم و 9 دهم، ترجیحاً که مغزش یه مقدار پهن‌تر باشه، تیز نباشه مثل نیم که بخواد آسیب بزنه خدای نکرده به پاسخ برگ. اینا هم حالا در به عنوان زاپاس داشته باشیم. البته از همون مدادهای به صورت غیر نوکی استفاده میکنیم، مدادهای مثل هاشبه نرم استفاده میکنیم. پاکن 2 تا، حالا خیلی از اوقات شنیدیم که میگن که یکی از پاکن‌ها رو با نخ به گردنتون آویزون کنین که راحت بتونید احیانا این نیفته این ور و بر بتونید پاک بکنید، حالا نخه اینقدر کوتاه نباشه که مجبور بشن سرشون هی دائم خم بکنن. مداد تراش حتما داشته باشن. پاکونی هم که استفاده میخواین بکنید حتما چند بار امتحان بکنید که خوب پاک کنه، چون اگر اثراتش بمونه روی پاسخ برگ ممکنه که خطا بگیره، اشتباهاً سوالو بزنه و غلط بشه و نمره منفی بگیره. دیگه چی؟
آبی که میذاریم توی یخچال یخ ببنده، توی یختون یا تو فریزر میذاریم که یخ ببنده، بعضیا میان نصفش رو میذارن که یخ ببنده، بعد آب میریزن روش که بتونه اون تعادل رو برقرار بکنه تا آخر یخ نباشه. البته به خاطر گرمایی که وجود داره معمولا آب میشه، ولی به هر حال این کارم میتونیم انجام بدیم. حتما حتما این بطری آبی که توی یخدون گذاشتیم بذاریم توی نایلون، چون اینا بعدن که آب میشه عرق میکنه و دست من خیس بخوره بیاد روی پاسخ برگ، ممکنه پاسخ برگ رو خدشه دار بکنه. شکلات با خودمون ببریم، ولی سر جلسه از شکلات استفاده میکنیم جز درس آخر فقط. چرا؟ چون قند خونمونو سریع میبره بالا، انسولین ترشح میشه، سریع میبره. اگه وسط آزمون از شکلات استفاده کنم احتمالا برای درس آخر یه دفعه قندم بیفته پایین و خیلی از بچه ها میگن ما اون درس آخر رو دیگه انرژی نداشتیم. شکلات رو استفاده، حتی اون آب میوه ساندیس و اون کیک و این هم که میدن بهتره که بچه ها اونجا استفاده کنن، به جاش از لقمه استفاده بکنن که خیلی بهترم هست. لقمه نون پنیر گردو تو خورما میتونین استفاده کنین، یکی دو تا لقمه بزرگتر مثلا با خودتون داشته باشین در بین غذاها که در بین آزمون که یه مقدار گشنتون شد لقمه. این لقمه رو از قبل میگم آماده، این مال شب قبله، فعلا دارم توضیح میدم براتون. خب مغز پسته، مغز بادوم، اینها رو میتونیم با خودمون ببریم. مغز گردو، مویز یا مثلا فرض کنیم انجیر خشک، از اینا میتونیم استفاده بکنیم. حتما ماسک اضافه، ماسک با خودتون ببرید، یکی دو تا ماسک ببرید اضافه تر نیاز شد ازش استفاده کنید. سنجاق قفلی برای اینکه بتونیم کارت ورود به جلسه رو به سینمون سنجاق بکنیم. حتما دو تا ساعت با خودتون ببرید، دو تا ساعت عقربه‌ای با خودتون ببرید. چرا؟ و یکی دو روز قبل هم حتما برید باتریشو تغییر بدید، عوض کنید، باتری نو بندازید که وسط آزمون یکی از شاگردای بازمند و که درسش هم فوق‌العاده خوب بود متأسفانه وسط آزمون ساعتش خواب رفت و اعتماد کرد به اون ممتحنه، ممتحنه هم اشتباه بهش گفته بود وقت رو، و بعد به سوالات شیمی که رسیده بود متأسفانه دو سه تا سوال شیمی بیشتر نتونست بزنه و متأسفانه آسیب زیادی خورد. دستمال کاغذی و دستمال پارچه‌ای که ممکنه که دستمال کاغذی مثلا دون 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 بشه بریزه روی پاسخ برگ، دستمال پارچه‌ای هم همراه خودتون داشته باشید. اسپری الکل، حالا خودکار، نایلون شفاف که به اصطلاح موارد رو بذارین توش، چون نایلون شفاف توی نمیدونم کیف و اینجور چیزا نباشه، نایلون شفاف که ببینن که چه مواردی رو با خودتون دارید سر جلسه میبرید. خب اینها رو تدارک میبینیم و قبل از اینکه بخوایم اسلاید آخر رو بگم، خب بعد بچه ها شب رو سعی کنن که زودتر از همیشه بخوابن و اگر خوابشون نمیبره یه دمنوش گیاهی میتونه کمک بکنه که راحت‌تر بخوابن، مثل گلگاو زبون، یا البته امتحان باید از قبل کرده باشن، میتونه دمنوش‌های گیاهی کمکشون میکنه آرامش بیشتری داشته باشن. گفتم بعد از اینکه عصر تو ساعت 8 شد یه مقدار راهپیمایی بکنن، البته خیلی زیاد نه که پا درد بگیرن، یه مقدار راهپیمایی داشته باشن که خسته بشن و بعد وسایلشون رو آماده بکنن، شما هم کمکشون کنین که وسایل همه آماده باشه. یکی دو تا نکته هم که در مورد وسایل گفت میخوام بگم، یکی فوم درون گوشی حتما داشته که اگه سر صدا شد از این فوم ها بتونیم استفاده بکنیم، داروخانه معمولا دارن. حوزه آزمون رو حتما شب قبل آزمون پدر مادرها عزیز برن پیدا کنن که احیانا توی مسیر که میخوان برن اشتباهی نکنن، از اینم به اصطلاح دقت بکنیم این مورد رو هم. و همچنین قرص استامینوفن و یا حالا ژلوفن هم میتونن ببرن، مثلا مخصوصا دختر خانوما که ممکنه اگرن دل دردی داشته باشن، کمر دردی داشته باشن، از این موارد هم بتونن استفاده لازم رو داشته باشن. و خدمت عزیزون عرض کنم روز آزمون، روز آزمون حتما صبحانه خوب بخورن و یه نیایشی بکنن، خدا رو شکر بکنن به خاطر همه نعمتایی که بهشون داده، شما هم آرامش بهشون میدین و با هم دیگه میریم سر جلسه. قبل از شروع جلسه حتما یادآوری کنید که سری بلافاصله تا وارد شدن حتما دستشویشون برن، چون ممکنه نزدیک به آزمون خیلی ازام باشه، شلوغ باشه و نتونن استفاده بکنن و سر جلسه اذیت بشن. بعد از اون هم که یه ربع زودتر سر جلسه بشینن، چشماشون ببندن، چند تا نفس عمیق بکشن و چی کارهایی که باید سر جلسه آزمون بکنن رو ریویو کنن. یادمون نره حتما بچه ها باید سر جلسه آزمون
درس های عمومی که تموم شد تحرک داشته باشن، گردن بالا و پایین، چپ و راست، شونه ها به سمت چپ به سمت راست، کمر، پاهاشون رو چند بار جمع میکنن توی سینه شون. این جمع کردن پاها باعث میشه که خون به سمت قلب بازگشت پیدا بکنه و چند تا نفس عمیق باعث میشه که باز هم خون به سمت قلب به اصطلاح بازگشت پیدا بکنه و اکسیژن رسانی بهتری رو به اصطلاح داشته باشه. بعد از درس عمومی یک بار، با هر درس اختصاصی هم این کار رو انجام بدن تا خستگی زیادی برای انتهای آزمون به اصطلاح به وجود نیاد. خب، توصیه آخر به والدین: آدم ها همیشه نیاز به نصیحت ندارن. گاهی تنها چیزی که واقعا به آن محتاج هستند دستی است که بگیرد، گوشی است که بشنود و قلبی است که آنها را درک کنند. امیدوارم که این جلسه مفید فایده برای اولیای عزیز قرار گرفته باشه. با همدلی بیشتر این هفته رو در کنار بچه‌هامون باشیم، گوش شنوا برای اونها باشیم. امیدوارم که همتون به بهترین ها دست پیدا بکنید. هی میگن درس بخون. بله. سلام، من دانش آموزم اما استرس دارم شدید، هیچ جوره هم آروم نمیشم. کسایی که استرس شدید دارن از دمنوش‌های گیاهی استفاده، اگر با اینا آروم نشدن میتونن از پروپانولول هم استفاده کنن. پروپانولول یه بتا بلاکر هستش. البته باید از قبل سر جلسه آزمون حتما امتحان نکنید. هیچ کار جدیدی رو سر جلسه آزمون انجام. مثلا سر جلسه آزمون نگین که میخوام الان از مثلا فرض زبان شروع کنم، عمومیامو، اختصاصیامو از این ور شروع کنم. هیچ کار جدیدی رو سر جلسه امتحان نمیکنید. دارو سر جلسه امتحان بخوام بکنم، نه، از قبل این چند روزه میتونید از پروپانولول استفاده کنید. 10 میلی گرمیش رو شروع کنید امتحان کردن. صبح‌ها یه دونه پروپانولول بخورید. یک مدت که گذشت، یه دو سه روز که خوردید، میتونید بعد از ظهر هم یه دونه پروپانولول بخورید. این کیمیا خانم عزیزمون که استرس زیاد داره میتونه اول از دمنوش‌های گیاهی استفاده کنه و بعد هم حالا از پروپانولول هم میتونه استفاده کنه که یه مقداری آرامش بیشتری پیدا بکنه. خب، اینم چیزایی که الان گفته شد، مورد سوال بود که اینم توضیح دادیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که بهترین ها نصیب شما بشه. خدا یار و نگهدارتون باشه.